فراگمان قسمت 39 سریال چشمچران امارت، جنگ بین خانواده کرهان و نوکت و پسرش. سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. قسمت 38 جنجالی سریال چشمچران امارت در حالی تموم شد که هالیس به خاطر نوه تازه پیدا شدهش کایا یک کشیده به فرید زد و حسابی باعث دلشکستگی شد و فرید هم برای همیشه امارت رو ترک کرد. حالا فراگمان قسمت جدید اومده که نشون میده سیران داره به فرید التماس میکنه که اگر بری دیگه راه برگشتی نداریم. از اون ور پدر بزرگ پرروش نه تنها معذرت خواهی نمیکنه، بلکه تهدید هم میکنه، میگه اگه رفتی دیگه برگشتی نداری و عواقب تصمیمت با خودته. از اون ور نوکت و کایا هم از این شرایط راضی نیستن. کایا در حالی که یه مشت از فرید خورده و لب و دهنش خونی شده که نوش جونش باشه، داره به آینه نگاه میکنه و به مادرش میگه که مادر، من نمیتونم این شرایط رو تحمل کنم، ما باید از اینجا بریم. و نوکت هم بعد اینکه کلی گریه میکنن و بچهش رو بغل میکنه، میگه حالا که کار به اینجا رسیده من هیچ جا نمیرم و قرار انقدر بمونم که بجنگم تا همه چی رو درست کنم. از اون بر افاکات هم به نوکت میگه شما اگه میخواستین برای آرامش بیاین، اینو متوجه باش که باعث ایجاد یه قیامت شدی نه آرامش. کرهان پدر فرید توی خانواده با هم دیگه صحبت میکنن و میگه ما اگر بریم مطمئن باش اگر هممونم از این امارت بریم، عین خیال بابام نیست. از شرکت بریم، از امارت بریم، اون عمدن داره این کار رو میکنه که ما بریم. پس ما باید به جای اینکه فرار کنیم باید برگردیم و همه چی رو پس بگیریم. حالا فرید به همراه خانوادهش که انگار خونه پدر سیران این مدت رو مونده بودن به امارت برمیگردن، این بار به قصد جنگ نه به قصد سازش. قراره هر کاری که میتونن بکنن تا روی هالیس و دختر و نوش رو حسابی کم کنن. بچه ها به نظر شما فصل دوم موفق میشه؟ چون اینطوری که موج انتقاد را افتاده و ریتش رفته رفته داره میره پایین تر، امیدی به پیشرفت این سریال نیست، چون واقعا دیگه داره از موضوع خارج میشه. موضوع ما فرید و سیران بودن، نوکت و کایا از کجا پیداشون شد؟ حالا اینم بگم، توی یه سکانس از سریال دیدیم که پلین هم زنده هست. زنده هست و رفته کشور دیگه. یعنی احتمال این که به سفارش مدیر برنامه هاش به شکل روح پلین، گذشته پلین، پلین در آینده، پلین در تصورات فرید، یه جوری ما دخترک رو ببینیم احتمالش زیاده. تا وقتی که اون مدیر برنامه هاش هست ما قرار حسابی هرس بخوریم. دوستان عزیزم، امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. اگر دوست دارین جدیدترین اخبار و حواشی سلبریتی های جهان رو قبل همه شما بدونین، چنل رو ساب کنین و هر شب ساعت 8 منتظر ویدیو جدیدمون باشین. تا فردا شب ساعت 8 بدرود.